دعای زیارت آشورا وحی الهی است باز تکرار میکنم این زیارت آشورا حدیث قدسی است سخن یکی از ائمه معصومین علیهم السلام نیست و ویژگی و امتیاز زیارت آشورا به سایر زیارات ائمه علیه السلام این است که این متن سخن خدای متعال است ترس از آشنا شدن مردم با عقیده صحیح قرآنی و تدبر و تأمل در مفاهیم والای آن آخوندهای رافیزی را بر آن داشته تا به فکر جایگزینی برای قرآن کریم باشند جایگزینی که از همان جایگاه و منزلت در نزد پیروانشان برخوردار باشد از این رو با نسبت دادن خرافات و شرکیات و فرهنگ سراسر کینه و بغض خود به الله متعال و وحی الهی پیروانشان را از دین و عقیده صحیح دور ساخته به شرک و کفر و کینه و دشمنی با مسلمین فرا می خانن. یکی از این جایگزین ها دعایی به نام زیارت آشوراست. دعایی که خوانندگانش معتقدند امام حسین رضی الله عنه خواننده این دعا را شفاعت کرده و به بهش داخل می گرداند. این دعا مملو از سب و شتم و لعن یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و غلو و زیاد روی در حق امام حسین رضی الله عنه و توسل به ایشان است که شخصی به نام القمه حزرمی کذاب به دروغ آن را به امام باقر رحمت الله علیه نسبت داده است. اما این آخوند رافزی برای آنکه به خرافات و شرکیات و محتوای سراسر کینه و دشمنی این دعا قداست بخشد آن را حدیث قدسی میخواند و متن کلام الله متعال برمی شمارد. الله از آنچه آنان میگویند بسیار منزه و خیلی والاتر است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران است و بعد از رحلت ایشان وحی آسمانی بر بشر قد گردید ما کان محمد ابا احد من رجالكم رسول الله و رسول الله وخاتم النبيين محمد پدر هیچ کس از مردان شما نیست بلکه فرستاده الله و خاتم پیامبران است سردار بانوان بهشت فاطمه زهرا رضی الله عنها در هنگام وفات پدر بزرگوارش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود إنا لله وإنا إليه راجعون انقطع عنا ان خبر السماء همه از اللهیم و همه به سوی او باز می گردیم. با وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم رشته وحی و اخبار آسمانی قد گردید. نگاه کتاب احقاق الحق شوشتری جلد ده صفحه 435 حال چگونه ممکن است بعد از قطع شدن وحی الهی از طرف الله متعال این دعا بر امام محمد باقر نازل شده باشد. چگونه ممکن است بعد از نزول آیات فراوانی از قرآن کریم در منع واسطه تراشی بین بنده و الله، الله متعال از بندگانش بخواهد اولیای الهی را بین خود و پروردگارشان واسطه قرار دهند؟ و تتخذ بعد اذ انتم و شما را فرمان نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را در مقام ربوبیت قرار دهید. آیا شما را به کفر دستور می دهد پس از این که شما مسلمان هستید انظر کیف یفترون علی الله الكذب به مبینا بنگر چگونه بر الله دروغ می‌بندند و همین به عنوان گناهی آشکار کافی است